Così, per esempio. مراسم یادبود پرویز کاردان در لس آنجلس با حضور پرشمار دوستان، همکاران سابق و اعضای خانوادش برگزار شد. مردی بود که در نهایت برای کار گروهی آفریده شده بود. هر چی که در گروه قرار بود انجام بشه، پرویز کاردان در ردیف اول بود و اون کار انجام میداد. در بخشی از این مراسم دوستان و یا یاران قدیمی کاردان سخنرانی کردند. من که هیچ وقت باور نمی‌کنم اون رفته. قبلا شاید مثلا هفته ها و ماه ها نمیدیدمش، حالا هم نمیبینمش، ولی هرگز باور نمیکنم که رفته. کاری که کاردان با من کرد نه تنها عنوان یک هنرپیشه جوان باعث شد تا راهم رو به درستی انتخاب بکنم، نه تنها من رو به صحنه برگردون، بلکه من رو با خودش به لس آنجلس برای اجرای نمایش هفت رنگ و به آمریکا برای تور هفت رنگ میدونم. پرویز باعث شد که بیام آمریکا. اگر پرویز نبود امروز در خدمتتون نبودم. پرویز کاردان هم خیلی پر انرژی و پرکار بود، هم خیلی خونسرد بود. پرویز صیاد، دوست قدیمی کاردان، با اشاره به محدودیت خودش برای ایراد سخنرانی اعلام کرد توصیف کاردان تنها در 5 دقیقه کاری غیر ممکنه. چطور ممکنه؟ بیشتر از 60 سال دوستی، همیاری و همکاری رو فشرده کرد در کمتر از 6 دقیقه. بسیار مرد مردم دوستی بود و مردم هم او رو بسیار دوست داشتن. قلبشون همیشه برای ایران و ایرانی میتپید و همیشه مسائل و مشکلات جامعه رو مطرح میکردن در تئاتراشون، در برنامه‌های تلویزیونشون. مراسم یادبود پرویز کاردان با پیام ویدیویی شهبانو فرح پهلوی آغاز شد و در ادامه با پخش گزارش اختصاصی پریسا فرهادی برای صدای امریکا ادامه پیدا کرد. آخرین مستندی که قرار کار کنیم که مستند بسیار بسیار مهم و بزرگی بود، به خاطر کرونا نصفمون. دو سه روز قبل از فوتشون به من زنگ زدن، گفتن که منو پوش کن که این کار تموم شه. یه روزی که آقای کاردان با من مصاحبه کرد، من اون روز احساس کردم که تو کارم موفقم، به خاطر اینکه برای من آقای کاردان یک جایگاهی داشتن که مرجع هنر بودن برای ایرانی و ایران. بی تردید پرویز کاردان از کاردان ترین هنرمندان معاصر ایرانه. شاید او دیگه بین ما نباشه، اما یادش همیشه جاودان خواهد بود. امیر گیتی، لس آنجلس، صدای آمریکا.